حالا الان که قانون گذاشتن باید بازیکن خارجی قرار ریالی ببنده، این کارو میکنن اصلا یا مثل قانون بدون قانون ما یه بار توره اومد از سپاهان بره، یه خاطر خیلی خوب بهتون میگم، اومد از سپاهان بره، تو قرارش نوشته بود که من میتونم از سپاهان برم تحت این شرایط. آقای ساکت واقعا مدیر زرنگه تو اینجور چیزا. این نوشته بود تو صفحه آخر یه بند آورده بود که این بندی که توره اون صفحه اول نوشته رو باطل میکرد. توره اومد داره 5 هفته هم نبود، اومد به دفعه ایمیل زنگ که پاشو بیا این بند تو این ته نیدیم بسید نوشته اون بند اول خونسا کرده. بیایی مدیر باید بسید ساکت باشه فوتبالی. این درسته اینجوری قرارداد بسن؟ آره، که میان اصلا رکب بذاره باید بهش رکب بذاره. چرا رکبی؟ تو بند قرارداد بوده. خب این چرا باید مثلا هفته دوم برسه من میتونم فحص کنم برم؟ واسه چی باید بنویسه تو قراردادش من از شرایط ایران آب و هواش خوشم نمیاد هفته دوم میتونم فحص کنم برم؟ جوری که لوکادیا رفت. آره دیگه، من از این آب و هوا خوشم نمیاد، از این فضا خوشم نمیاد، میخوام هفته دوم برم. بس اشتباه کردی اومد واسه چی اومد قرارداد بستی؟ من مثلا به جای تو به جای ابراهیم توره برم یه بازیکن دیگه رو بگیرم دیگه، سهمیه من سوخت فسخ کردن تو چه کار من میاد؟ تو میری مثلا هفته دوم آزاد. آره بازیکن آزاد اضافه شو به تیم، من چی کار کنم با بدون فورواردی و اینا؟ واقعا آقای ساکت جز مدیرای خوبه این مملکت. حالا با چند تا از اسطوره‌مون هم حرف بزنیم. آقای ساکت فکر کنم همین نظر نداشته چون راجع به مدیرا. نه آقای ساکت آدم باید رو راست بگه. اون چیزی که من دیدم شاید امرسن چیز دیگه دید، ولی اون چیزی که من دیدم، من 2-3 سال سپاهان بودم دیدمش. حالا من تو فدراسیون ممکن اختلاف نظرم با آقای صادقی داشته باشه، ولی من یه مدیر خیلی خوب دیدمش، یه مدیر آن تایم داشت. الکی ببین ما خیلی از مدیرها رو رک بگم، مثلا اسم مدیر رقص مثلا رشگویی تو این برنامه شدم حاج رحیم بود مثلا، بهش میگفتیم رحیم وعده میداد آقا مثلا هفته بعدی پولتون رو میدم، ولی پولی در کار نبود. خودش دیده خیلی یه قانونی هم داشت زمان شما بود قانون سقف قرارداد. زمانتون چه حالا زمانمون داریم در مورد سقف قرارداد؟ نه آره زمان داریم. خب من گفتم اصلا مدل داداش من بود سومو دارم بهت میگم. نه قربونت برم منم تا آخر پای رفاقت میمونم.